شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. جناب آقای مهندس صادق نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو. سلام به شما و شنوندگانتون، به خصوص هموطنانمون در ایران، سلام‌های گرم و درودهای صمیمانه خودم را نثار تک تک اونها میکنم. جناب نقاشکار، لطف کنید بفرمایید بپردازیم به خبرهای ایران و به ویژه خبرهای نقض حقوق بشر. چون که مطلع هستید، در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم و آغازش رو هفته‌ای که در درش بکار قرار داریم، ما شاهد اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای تبریز و ارومیه بودیم. هدف از این اعتراضات سیاست‌های ضد محیط زیستی و تخریب محیط زیست مردم ایرانه که همانا خشک شدن یا در آستانه خشک شدن دریاچه ارومیه بود و به حدی که سکوت و خویشتنداری مردم تا جایی رسید، کسانی که خودشون رو مدعی نمایندگی از شهر و ارومیه و جاهای دیگه می کردن، تن به خواست بنی فقیه دادن و از تصویب لایحه یا مادهی برای نجات این دریاچه کوتاهی کردن و انجام ندادن و اونجا بود که خشم مردم برافروخته شد و ما شاهد بودیم در دو نوبت اعتراضات گسترده در تبریز و ارومیه و درگیری های شدیدی که با نیروهای سرکوبگر به خصوص نیروهای ویژه، به جایی که به خواست مردم، خواست به حق، منطقی و عقلانی اونها تن در بدن، باز نیروهای سرکوبگر رو وارد کردن و باز هم بخت خود رو آزمایش کردن که در مقابل اراده مردم نمیتوان با سلاح و نیروی ویژه و مزدور ایستاد. و ما شاهد بودیم همین که جوانان و مردم روانه خیابان‌ها شدند، چندین ساعت عملاً مراکز شهر در دست مردم بود و نیروهای سرکوبگر که یورش می‌بردند ولی توان مقابله و یا استادگی در مقابل مردم رو نداشتند. هرچند که در این اعتراضات و درگیری‌هایی که مردم داشتند با مردم داشتند، یورش‌هایی که به سمت مردم داشتند، خب قطعاً تعدادی مجروح و تعداد زیادی هم دستگیر و روانه شکنجه‌گاه‌های ولی فقیه شد. بله. و ذات ولی فقیه هم بر این مبنا استواره که حرفی جز گلوله و درفش و اعدام و شکنجه نداره. از این ور هم جواب مردم ایران و جواب جوانان هم جز قاطعیت و خاص و گرفتن حقشون راهی غیر از این باقی نمیذاره و نداشته تا به حال. تجربه در این 30 سال ثابت کرده و واقعا باید درود فرستاد به مردم تبریز، به جوانان ارومیه و سایر جاهای دیگه. البته این موزل ارومیه یا تبریز نیست، چیزیه که ربط پیدا میکنه به تمامی مردم ایران و میبایست جوانان یا مردم چه در تهران، چه در مشهد، بلوچستان، کردستان و خوزستان به حمایت از مردم تبریز برخیزند و خواست به حق و منطقی رو خواهان بشن، بخواهن از این رژیم سرکوبگر و ضد بشری. چون که همین طرح و شیوه رو در شهرهای دیگه ما الان شاهد هستیم که در همین شیوه رو برای خشک کردن یا انحراف رتبه کارون داره. همین مسئله رو در اصفهان و
همین مسئله را در سیستان و بلوچستان و جاهای دیگه رو داره. بله، در خراسان، در همه جا داره. در همه ما. پس نباید نظارگر بود و نباید چیز کرد، چون که و اینجا هم نشون داد پس از اون اعتراضات بود که بالاخره وادار شدن، حداقل اعلام کردن که بودجه‌ای چند صد میلیون دلاری برای این دریاچه، برای احیای این دریاچه تعیین کردن یا قرار تعیین کنن. پس نشون میده وقتی که مردم میستن از حقوق خودشون دفاع میکنن، قاطعانه میستن، وادار میکنن مستبدین و به خصوص نوع ولی فقیش رو به عقب بشینی. البته که این شیوه های و تاکتیک های ولی فقی همیشه بوده. ما در جریان سال 88 هم دیدیم که ابتدا عشق تمساح ریخت و بعدش هم ادامه داد. نباید وعده های توخالی و غیر واقعی و دروغگویی های اینا اعتماد کرد و این اعتراضات ادامه پیدا کنه تا در عمل شاهد تغییر و تحولات بود و نه اینکه به وعده ها گوش داد. همینطوری که مردم تبریز یا ارومیه و جاهای دیگه اعلام کردند که باز جمعه و شنبه به خیابان ها خواهند اومد و جا داره که روز شنبه نه تنها در ارومیه و تبریز باشه، بلکه در جای جای ایران این اعتراضات باشه علیه ظلم، ستم، فقر، فحشا و بیدادگری که بالواقع حد و مرزی رو نمیشناسه و نشناخته و باعث تباهی ایران و ایرانی گشته. بله متاسفانه. در همین راستا هم ما شاهد بودیم که اعتصاباتی که در بازار تهران به خصوص صنف پارچه فروش هست و نزدیک به 6 هفته ادامه داره و گفته میشه که طلا فروش ها هم به این اعتصاب پیوستن و قطعا این اعتصابات رو به گسترشه. رژیم ولی فقی رژیمی نیست که مثل سال 88 یا چند ماه گذشته یا حتی چند هفته گذشته توانایی و یا این مسئله را داشته باشه که مقابل خواست مردم و مقابل خواست اقشار مختلف جامعه بیسته و مقاومت کنه. همین که میبینه که مردم استوار و پایدار ایستادن بر خواسته هاشون، وادار به عقب نشینی میشه و از طرفی هم به هر حال جامعه جهانی، سازمانهای حقوق بشری متمرکز هستن و میدونه این رژیم که هر گونه دست از پا خطا کردن میتونه تبعات بعدی رو برای خودش داشته باشه. و به هر حال این که در تهران هست حتی اعتراضاتی که خود صنف پارچه فروشان داشت هفته گذشته، جوانان با حضور در اونجا یا مردم به حمایت از اینها برخیزند و این اعتراضات رو گسترش بدن و همچنین سایر اصناف. به هر حال این مشکل پارچه فروشان یا بازار طلا فروشها نیست، این اجحاف و بی‌عدالتی در حق همه روا داشته میشه. دانشجو، زنان، کودکان و سایر اقشار جامعه. پس این میتونه نقطه آغازی باشه که به حمایت از همدیگه برخیزیم و اون رعب و وحشت کاذبی که ایجاد کرده را باید در هم شکست و اگر از این نگذریم قطعا برند اون اصلا ایجاد کننده رعب و وحشت برای اینکه ما را پراکنده نگه داره و بتونه به این اعمال پلید و ضد بشری خودش تم بده. همانند اعتراضات سال 1388 وقتی ترس ریخت، وقتی همه به میدان آمدند، دیدیم که نیروهای سرکوبگر چگونه مستعصل و ناتوان در مقابل اراده مردم. هرچند کسانی بودن و متاسفانه سعی کردن اون توان و انرژی مردم رو به بیراهه بکشونن. شما می‌بینید وقتی
اعتراضات در سوریه است یا در لیبی یا جاهای دیگه، کسی پیدا نمیشه که باز به حمایت از قذافی یا به حمایت از اسد برخیزه، چون که جنایتکارانی مثل اسد و قذافی جایگاهی نداره که کسی ازش به حمایت برخیزه، که در کشور ما فلواقع در سال 88 چنین شد. البته این اعتراضات از ایران شروع شد و به مصر و تونس و لیبی و دوباره در حال بازگشت به سوریه و قطعا هم به ایران خواهد رسید. باز خواهد. بله. و در حال بازگشته و خب رژیم ولی فقیه این رو به خوبی میدونه و این گونه حراسان و لرزان که حتی به بازهای درونی خودش یکی رو منحرف میخونه و یکی دیگه رو به شکلهای دیگه و ریزش هایی که درونش هست و روز به روز هم گسترش پیدا میکنه و شاهد این هستیم که اینها خودشون هم به زبون میارن. بله منحرفتر میخونن. دقیقا. یعنی بحث اینه و خب ما همچنین در این داستان شاهد این بودیم که اینها اینقدر وحشت زده و حراسان هستن در برابر جوانانی که به پارک ها میان و مشغول آب بازی میشن، نیرو و قشون سرکوبگرش رو بسیج میکنه. روز جمعه فلواقع 11 شهریور ماه بود که از طریق فیسبوک در شهرهای مختلف اعلام شده بود که در پارک ها آب بازی را بندازن جوان ها، که از جمله در مشهد بود، ساری بود، تهران بود، اهواز بود و جاهای دیگه. در مشهد نزدیک 350 تا 400 نفر از جوانان تو پارک ملت حضور یافتند و هرچند که نیروهای سرکوبگر یورش بردن، تعدادی رو دستگیر کردن، ولی خب این تبدیل شده به یک موج اعتراضی علیه این رژیم ضد بشری و ضد انسانی که حتی آب‌بازی رو بر نمیتابه. رادان جنایتکار که از شکنجه‌گران و جانیان اردوگاه مرگ کهریزک هست حتی آب‌بازی رو جرم میدونه، در صورتی که محسن اجایی این رو میگه نه چنین چیزی جرم نیست. همه این تحرکات یا همه این حرکت هایی که وجود داره که در این گوشه و اون گوشه ایران البته به صورت گسترده به وقوع میپیونده، باید به هم بپیونده و تنها راهش همینه که اون ترس کاذب یا رعب و وحشتی رو که حاکم کرده باید بشکنه، چون که برنده این رعب، برنده این وحشت خود رژیم ولی فقیه، که البته این سایه مرگ یا جو رعب و وحشت خب با به پا کردن میادین دار و اعدام ها و شکنجگاه هاش سعی میکنه از این طریق، ولی به هیچ وجه قادر نخواهد بود در مقابل ملتی قرار بگیری که اراده و عزم کرده که پایان بده به اعدام ها، پایان بده به شکنجه، پایان بده به تحقیر زنان و دخترانش در خیابون، پایان بده به ضرب و شتم و اهانت جوانهاش و پایان بده به هزاران جنایتی که در کشور هست و اخیراً هم خوب شاهد هستیم. انهدام محیط زیست ایرانه که در دریچه ارومیه، داینده رود اصفهان، کارون اهواز و جاهای دیگه داره پیش میره. بله.